سلام به شکارچیان عزیز و سایر گمراهان معناگرا. امیدوارم همگی خوب باشین. امروز 20 فوریه 2024 هست و من میخوام راجع به جهتیابی، موقعیتیابی، نقشه‌خوانی، نویگیشن، استفاده از قطنما و استفاده از جی پی اس خدمتون صحبت کنم. و امیدوارم مطالبی که خدمتون میگم مورد توجه قرار بگیره. مقدار زیادیش تجربه خود من هست و مقداری هم از روی چیزهایی که یاد گرفتم یا توی کتاب ها و مثلا وبسایت ها اینا خوندم، اون چیزا هم اگر یادم بیاد خدمتتون میگم. و اما مهمترین نکته که اول ویدیو میخوام خدمتتون بگم اینه که دوستان، ما با دو تا وضعیت کاملا متفاوت روبرو هستیم در طبیعت به عنوان شکارچی. یا در حال شکار هستیم و دنبال یه حیوان هستیم، ردش رو دنبال میکنیم، داریم شکار میکنیم. اونجا ناوبری و نویگیشن هیچ معنی نمیده. تنها کاری که برای ما بسیار بسیار مهمه اینه که بدونیم کجا هستیم و چطوری برگردیم به کمپ یا خونه اونجا که ماشینمون رو پارک کردیم. بنابراین در شکار مسئله نویگیشن کاملا متفاوت با مثلا فعالیت دیگه ورزشی مثل کمپینگ و قایقرانی و کوهنوردی و طبیعتگردی و مانند اون است. در حالت دیگه وقتی شما رفتید طبیعتگردی، رفتید کمپ، رفتید مثلا کوهنوردی، رفتید هایکینگ، از این کارا، اونجاست که نویگیشن معنا و مفهوم پیدا میکنه و من امروز سعی میکنم راجع به هر دو این موضوع ها صحبت کنم. پس یادتون باشه دوستان، در شکار ما نویگیشن نمیکنیم. چیزی که بسیار برام مهمه اینه که بتونیم آخرش برگردیم خونه، یعنی جهت برگشت و جهت خونه، کمپ یا حالا اون کلبه شکارمون رو بتونیم پیدا کنیم و گم نشیم. از توی شکار فقط برگشتن به مبدأ مهمه، ولی در نویگیشن رفته از نقطه A به B مهمه و این دوتا کاملا متفاوته. اول بحث نویگیشن معمولی که در کوهنوردی و طبیعتگردی و اینا مطرح میشه رو اونو خدمتتون میگم. دوستان، مهمترین چیزی که شما در این فعالیت لازم دارین داشتن یه نقشه خوب از اون منطقه‌ای هست که میخواین داخلش طبیعتگردی یا کوهنوردی یا کمپینگ انجام بدین. نقشه‌ای که میخواین دوستان، نقشه‌های گوگل مپ و نقشه‌ای که توی تلفن موبایل هست و اینا نیست. مدل نقشه‌ای که از مناطق طبیعی و خارج از جاده و شهر طبیعی میشه کاملا متفاوته، بهش میگن نقشه توپوگرافیک. یه نمونه‌اش هست نقشه توپوگرافیک پارک جنگلی یوسیمیتی در کالیفرنیا. این پارک جنگلی اینجاست، این اگه کالیفرنیا باشه، این هم اقیانوس آرام، پارک یوسیمیتی اینجاست. این منطقه بزرگ، بسیار بزرگ در شمال شرق کالیفرنیا است که از زیباترین و بی‌نظیرترین پارک های طبیعی آمریکا یا میشه گفت جهان هست. و انشالله همه شما و همه ما یه روز فرصت کنیم بریم. من یه بار رفتم و اتفاقا ماه عسل خانمم به عنوان سپرایز بردم یوسیمیتی نشنال پارک و یه سری جای دیگه و یادش بخیر این جایی هست که ما رفتیم ماه عسل و این نقشه هم مربوط به همون موقع است. خب، نقشه‌ای که دوستان لازم دارین بهش میگن نقشه توپوگرافیک. حالا یه سری وبسایت ها و اینا هست، ممکنه بشین نقشه ها رو ازش دانلود کرد یا باید برین بخرین مثلا از اداره ها یا جای خصوصی که اینا رو میفروشن. مثلا در آمریکا یه سری مؤسساتی هستن این نقشه ها رو برای مناطق مختلف میفروشن، یا از خود وزارت زمینشناسی یا اداره زمینشناسی آمریکا فکر کنم بهش میگن USGS، چه United States Geographical Services، که کارش دقیقا همین تهیه نقشه های دقیق و معتبر هست، میتونید از اونجا تهیه کنید. به هر حال نقشه توپوگرافیک چی هست دوستان؟ نقشه توپوگرافیک نقشه هست که در اون عوارض زمین به یه فرمت خاصی که بهش میگن توپوگرافی نماینده شد. من اینو نمیشه باز کنم، خیلی بزرگه، اینجا باز میکنم میگیرم خب که توش میتونیم ببینیم. مثلا چیزی که ببینیم مقدار زیادی منحنی یا کانتور داخلی هست، این خطوط قهوه‌ای نازک، نه این خطوط قهوه‌ای کلوف، نه، یه سری خطوط قهوه‌ای خیلی نازک میبینین که حالت دایره دایره یا منحنی داره. اینها دوستان ارتفاع زمین را مشخص میکنه و از روی اینها میشه وجود کوه، دره و سایر عوارض طبیعی رو تشخیص داد. نمونه‌اش رو اینجا میبینیم، این خطوط قهوه‌ای که اینجا هست. خب اینجا فوکاس کنه دوربین. خب اونایی که نازک است نشون میده اینجا کوهه و بالاخره به یه لبه کوه ختم میشه.
و این کانتورها اگه خوب یاد بگیرین، درست نگاه کنیم، این قشنگ میتونید عوارض زمین ازشون ببینید. یعنی اون جایی که زمین که هم سطح هست با یه خط یه دایره یا منحنی مشخص شده، به یه جای دیگه که ارتفاعش مثلا 10 متر بلندتر با یه منحنی دیگه مشخص شده. به این طریق دوستان پستی و بلندی زمین، ناهمواری ها، رودخونه ها، دره ها، اینا مشخص میشه. یعنی شما میتونید تشخیص بدین از اون نقشه که کجا دره هست، کجا مثلا قله کوه، کجا دریاچه هست، اینا. یه چیزهای دیگه هم روی نقشه ها مشخص میشه، رودخونه ها، اگه مثلا راه باشه، تریل باشه، مثلا جاده خاکی که برای پیاده روی و اینا هست، بخصوص مثلا جایی که خب مثلا اینجا یه پارک ملی یا پارک جنگلی هست، تریل ها و محل های پیاده روی مشخص شده، کمپ سایت ها مشخص شده، جایی که دریاچه هست و رودخونه هست مشخص شده، مثلا اینجا نوشته مونولیک، من قشنگ این دریاچه رو یادم میاد، کنارش خب جاده اتومبیل رو هست، یه سری جاده های کوچیک خاکی ممکنه باشه، بعد یه سری چیزهای دیگه و اینها مشخص شده و یه سری نقاط و اسم ها هم نوشته شده. پس این جور نقشه است که ما دوستان برای طبیعت گردی لازم داریم، نه اون نقشه که گوگل نشون میده فقط مثلا راه ها و اینا نشون داده شده. خب این نقشه ها که داشتین، شما در اون منطقه میخواین کمپینگ کنید یا میخواین نویگیشن کنید، هر جا که برسید باید دو نقطه رو مشخص کنید. من الان در نقطه A هستم، مثلا پارکینگ است، آخر راه دیگه، مثلا دیگه با ماشینا رو اینجا بذاریم به جای پارک کنیم، وارد پارک جنگلی بشیم، مثلا 6 کیلومتر پیاده بریم، از کناری تریل یا جایی برسیم به یه دریاچه، میخوایم اونجا شب کمپ بزنیم، چادر بزنیم. حالا چه جوری بریم؟ این کارو باید از روی نقشه انجام بدیم و قبل‌تر از اون حتی در خونه باید انجام بدیم. باید روی نقشه نقاطی که میخوایم برین رو پیدا کنیم. مثال میزنم، فرض میکنیم ما میخوایم از این نقطه پایین به فرض اینجا که جاده هست، مثلا از کنار این تقاطع جاده این بالا بیایم بریم یه جایی، مثلا اینجا این نقطه که نمیدونم چیه، مثل یک حلقه مانند در این نقشه مشخص شد، پس از کنار این جاده اینجا میخوام بیام بریم اینجا. خب روی نقشه تو خونه اینجا یه دایره ضرب در میکشید، اینجا به ضرب در میکشید. به طور عادی در بهتره حالا خب یه خط راست اینا رو به هم وصل کنه شما برید، ولی اگه خوب توپوگرافی رو دقت کنی ممکنه ببینی که یه کوه بینشه، یه دره بینشه، یه چیزیه. بتونی روی نقشه اینو تشخیص بدی، یه نقطه دیگه بین اینا انتخاب میکنی، یک یا چند تا نقطه، به اونا میگن وی پوینت، یعنی نقطه به قول معروف راهنما. میگه خب من از اینجا اول میرم اینجا، از اینجا میرم اینجا، از اینجا میرم اینجا. از یه خط با خط کش میتونی این کار بکنی، یه خط میکشید تا نقطه آ، اسمونو میزنی آ، بی، بعد آخرش مقصرتون میشه سی. پس بسته به توپوگرافی محل اگه خوب آشنا باشین و بتونین نقشه ها رو خوب بخونید، شما میتونید مشخص کنید که مثلا اینجا یه رودخونه هست، پل اینجا هست، یا مثلا یه دره هست، نباید باید دور زد و یه مسیر مثلا خوبی رو برای خودتون پیدا کنید. فرض کنید حالا حالت ساده مسیر مستقیم میخوایم بریم، از نقطه آ به فرض بریم بی یه جایی. خب اگر رسیدیم اونجا، حالا میدونیم ما الان نقطه آ هستیم، یعنی اینو مطمئنیم، نقشه‌مون رو میاریم بیرون. اولین کاری که باید بکنیم، قطنما باید داشته باشید، یه قطنمای خوب که بعد حالا راجع به قطنما هم بیشتر توضیح میدم. قطنما رو باز میکنید دوستان، این قطنما هست، توی ویدیو قبلی هم نشون دادم. خب قطنمای استاندارد ارتش آمریکا هست. خب بسیار ابزار دقیق، محکم و به نسبت گرون قیمتی هست، بالای $100 قیمتش و اکسپورت کنترل، در خارج از آمریکا فروخته نمیشه. اونایی که میبینید خیلی شبیه هست دوستان، تقلبی به نمونه های چینی و کپیش هست. خیلی خوب، قطنما رو برمیدارید، قطنما داره جهت شمال رو نشون میده، اما دوستان این شمال، شمال واقعی نیست، شمال دقیق جغرافیایی نیست، شمال مغناطیسی هست. شمال مغناطیسی زمین با شمال جغرافیایی یک کم انحراف داره، در نقاط مختلف کره زمین، کره جنوبی با نیم کره جنوبی و شمالی فرق میکنه. اگر نقشتون خوب باشه مثل این نقشه، نه تنها روی نقشه شمال جغرافیایی مشخص شده که خب جهت بالای نقشه هست همیشه، بلکه شمال مغناطیسی هم مشخص شده. اگه به این پوشش اینها اینو بتونید اینجا ببینید، یه دایره کشیده شده، دوباره اینو باز کنم، اینجا یه دایره روی نقشه مشخص شده، اینجاست، ببینیدش؟ میبینید؟
و این جهت شمال مغناطیسی و شمال جغرافیا رو دقیقا مشخص کرده و انحرافش هم نشون داده. خب خیلی، اگر همچی چیزی داریم شما قطنماتون رو ور میدارین، میدارین روی همین این علامتی که مشخص شده، یه فلش هست معمولا، هرچی نقشه رو طور میذارین که شمال مغناطیسی اونجایی که با این مشخص شده که اینطوری هست، من الان میذارم، الان شمال من قطنما داره این جهت رو نشون میده، شمال نقشه رو میچرخونم، شمال مغناطیسیشو با این یکی میکنم، به فرض حالا اینجا درست شده. پس این الان نقشه من دیگه داره جهت شمال نشون میده، و اگه من رو نقشه نگاه کنم باید با طبیعت همسان باشه، رودخونه ها، کوه ها، مثلا دریاچه ها درست همین جهتی باشه که الان نقشه قرار داره. پس این نقشه منو اورینت کرده، نقشه منو جهتشو درست کردم با طبیعت، وقت میتونم بفهمم قشنگ درسته، آره من این کوه رو میبینم، این رودخونه رو الان میبینم، اینو میبینم اگه قابل دیدن باشه. پس این ساده ترین استفاده از کرتنما هست که باهاش جهت نقشتون رو با جهت طبیعت هماهنگ میکنیم. اما این تنها کاری نیست که میکنیم و مهمترین کار نیست که انجام میدیم. مهمترین کار دوستان اینه که ما میخوایم بریم حرکت کنیم و قطنما باید ما رو در حال حرکت راهنمایی کنه و معمولا اون موقع نقشه همراهمون نیست یا توی کوله پشتیمونه یا حالا هر جا. اگر نقاطی که میخواستیم بریم رو نقشه مشخص کردیم، نقطه A و B، خب بین اونها یه خط فرضی در نظر میگیریم. حالا چون معمولا ما میخوام پیاده روی کنیم، خط فرضی خیلی طولانی نیست، نگاه کنید کنار قطنما اینجا یه خطکش هست، خب اینجا که روش نوشته 0 مثلا 2000 4000 6000 اینا متر هست. برای نقشه‌ای که مقیاسش 1:50,000 باشه این دقیقاً درسته و بر حسب متر نشون میده. نقشه‌ای که مقیاسش فرق کنه، این نقشه مثلا 1:80,000، خب این مقیاسش دقیق نیست ولی حالا برای ما زیاد مهم نیست. نقشه که دوستان مقیاسش 1:80,000، یعنی 1 میلیمترش 80 متره. نقشه های نظامی مثل که استانداردشون 1:50,000 بوده در آمریکا، بنابراین 1 میلیمترشون 50 متره. خب جالب دوستان با این که در آمریکا خودش مقیاس رسمی اینچ و فوت و مایل و اینا از سیستم متریک نیست، ولی برای کاربردهای نظامی به خصوص چون که با کشورهای ناتو هماهنگ هستن از مقیاس متریک استفاده میکنن، متر و رادیان و گراد و این چیزا هست، درجه و اینا استفاده نمیشه. خب کار بعدی که میکنیم اون دو نقطه ای که میخواستیم بریم در نقشه رو پیدا میکنیم، قطنما رو میذاریم رو نقشه، فرض کنیم اون دو نقطه، خب اینطوری میذاریمش رو نقشه طوری که از پایین به سمت جلو قطنما این سمتی هست که میخوایم بریم، این بالاش، خب تهش و این تهش، قسمتی که نخ بسته تهش، تهش رو میذاریم مبدا، سرش به سمت مقصد و این خطکشش دقیقاً مبدا و مقصد رو با هم وصل کن. فرض کنیم الان این کارو کردم، از این دریاچه کوچیک به فرض میخوام برم کنار این رودخونه یا محل برخورد این رود، اینو میذارم رو نقشه. خب کاری که میتونم بکنم زاویه اینو مثلا رو قطنما نسبت به شمال بخونم و اون زاویه رو در نظر بگیرم برم. خب این کار علمیشه ولی این کار خیلی سخته، با این شکل نمیشه کرد. این قطنما برای ما این کار رو خیلی ساده تر کرده. یک قسمت متحرک توی قطنما هست بهش میگن بزل، که این قسمت دوره چیزه، میبینید این میچرخه، نگاه کنید و این یه نقطه علامت یا خط کوچیک بالاش نگاه کنید، داره میچرخ، هر کلیک 3 درجه میچرخ. خب و این کلیک هم این چیز هم شب رنگ هست دوستان و در شب هم حتی دیده میشه این خط. فسفور هم نیست، تریتیوم هست و این یکی از دلایل منحصر به فرد بودن این قطنماست که از مواد بسیار خاص رادیواکتیو تریتیوم استفاده میشه و چندین سال شاید 20 سال این شبنماهاش کار میکنه و چیز بسیار بسیار جالب و با کیفیتی است. خب این چرخش این به چه درد میخوره؟ من مبدأ و مقصد رو که مشخص کردم قطنما رو میذارم روی نقشه، امیدوارم خوب بتونی ببینی، میارم عقب که ببینی، میذارم روی نقشه. خب اینطوری اون خط چرخنده روی بزل روی اون صفحه قطنما رو میچرخونم به سمت شمال نقشه، نه اون شمالی که داره الان قطنما نشونه، نقشه رو به هر جهتی میخوام بچرخونم مهم نیست. خب وقتی که مبدا و مقصدمو به هم وصل کردم، یعنی بغل قطنما داره مبدا رو به مقصد وصل میکنه، خط فرضی اونجا، اینو میچرخونم طوری که این خط کوچیک در جهت شمال نقشه است. اگه شمال مغناطیسیش بود که دیگه دقیق‌تر و بهتر، اگر هم نداشتیم به طور تقریبا همون شمال فرضی که میشه جهت بالا، پس سعی میکنم این خط رو بیارم
بذارم، در حالی که لبه قطنما داره مبدأ رو مقصد بس میکنه. بنابراین الان چرخید و این خط راهنمای من، این ایندکسه، حالا هرچی اومده اینجا. خب خیلی خوب، بعد که من نقشه رو تا میکنم میذارم تو جیبم، کاری که میکنم قطنما رو میچرخونم همجور که دستم هست، طوری که شمال قطنما بیا جهت اون خط بزل یا اون خط راهنمای شبرنگو که روی صفحه شیشه بود نشون بده، که الان که اینجا هستم برای شما سخت ببینی، باید بچرخونم میشه این. خب بنابراین ما باید در این جهت حرکت کنم و همیشه همینجور که میرم هر از 100 متر 200 متر که میرم یه نگاه دوباره میکنم ببینم دارم جهت درست میرم یا نه. تنها کاری که باید میکنم اینه که وقتی میخوام جهت رو ببینم، شمال با این خط بزرگ شبرنگ که خیلی راحت از دیدنش همراستا نگه دارم، همینجور ادامه بدم برم و هر از مثلا 5 دقیقه 1 دقیقه حالا بستگی داره چجور چپ و راست میرم، یه نگاه دیگه دوباره بکنم و یک چیزی رو جلوم نگاه کنم به سمت اون برم، اونجا که رسیدم دوباره. یعنی این مثل مموری عمل میکنه، با اون جهت یا دایرکشن یا بیرینگ شما رو براتون سیو میکنه و ادامه میدید. پس این چرخش، این برای حفظ کردن بیرینگ، به انگلیسی میگم BEARING، بیرینگ یا جهتی هست که شما باید حرکت کنید موقع راه رفتن و بسیار بسیار کمک میکنه. کارهای خیلی خیلی مهمتر دیگه هم این قطنما دوستان انجام میده که باز اونا کاربردهای نظامی هست و در مثلا شکار اینا به درد ما نمیخوره، ولی باز ممکنه در حالت سروایول یا اگر شما یه جای گم شدین به دردتون بخوره. باز اگه نقشه داشته باشین که حتما باید داشته باشین، جای ناشناخته میرین، به چندین روش این قطنما میتونه شما رو کمک کنه خودتون رو پیدا کنید روی نقشه. برای اینکه بتونید خودتون رو پیدا کنید، یعنی واقعا موقعیت یابی بکنید، چون این ابزار جهت یابی هست نه موقعیت یابی، ولی به کمک نقشه و قطنما میشه موقعیت یابی هم کرد. به چه شکل؟ شما حداقل به 2 لندمارک یا چیزی که رو نقشه دیده بشه و بتونید تشخیص بدید نیاز دارید. مثلا یک کوه خاصی، یک تپه خاصی که میدونید چیه، یک مثلا کارخونه ای، مثلا کارخونه سیمان اونجا از دوره، یک کارخونه برق اونجا هست، یک سد اونجا هست، یک چیزی، یک رودخونه که خب خودش بزرگه ولی مثلا خمشدگی شدید در یک رودخونه، مثلا هر چیزی که دیده بشه و رو نقشه هم قابل تشخیص باشه، میتونید با گرفتن بیرینگ یا جهت اون در دنیای واقعی و مقایسهش با نقشه موقعیت خودتون رو پیدا کنید. چجوری این کار رو میکنید؟ بعد بیرینگ اون نقطه یا کوه یا درخت یا سد یا هرچی رو پیدا کنید. این قطنما دوستان ابزارهای بسیار خوبی داره برای پیدا کردن بیرینگ لندمارک های طبیعی یا نقاط طبیعی. از یک سیم بسیار نازک اینجا تشکیل شده، میبینی حالت سیم هست و یک چیزی مثل شکاف درجه اینجا پشت این هست و اینم یه عدسی هست، به میگن لنز یا عدسی. خب چجوری شما بیرینگ رو پیدا میکنید؟ این در قطنما رو تقریبا 90 درجه باز میکنید، این قسمت پشتیش یا لنزشو یکم خم میکنید ولی نه زیاد، چون اگه زیاد خمش کنید دوستان قطنما رو قفل میکنه، ببینید صفحه قطنما رو لاک میکنه، وقتی که بازش میکنید انلاک میکنه، باید انلاک باشه که قطنما برای خودش آزاد بچرخه، یه چیزی این حدودا باشه خوبه. خب بعد اینطوری که من نگاه میکنم از این داخل، این چون این کچ هست، من الان دقیقا دارم اعداد قطنما رو جلو میبینم. ببینید شمارم میارم جلو، ببینید میتونی ببینید اعداد قطنما رو میتونید ببینید اگه بتونم درست، میره اون پایین، میبینید اینطوری، آها الان دیده میشه. خب از توی این لنز دوستان میشه اعداد درجه رو خوند و میشه اون شکاف درجه رو با اون سیم جلویی هم هماهنگ کرد و به یه جایی نگاه کرد. همین جوری که نگاه میکنید دستتون هم باید دراز بکنید که قشنگ امتدادش خوب باشه، درجه یا امتداد اون جسم یا کوه یا درخت یا سد هر چی رو میتونید بخواید، ببینید مثلا زاویه 300 درجه از هر چی. خب بعد قطنما رو در همون درجه میذارید روی نقشه، همون زاویه رو پیدا میکنید، زاویه مثلا این داشته مثلا 240 درجه رو نشون میداد، میچرخونید بشه 240 درجه، فرض کنید اینم اونجایی هست که من دیدم، میذارید کنارش، زاویهش درست شد، یه خط میکشید. پس شما احتیاج به خودکار یا ماژیک هم اینجا دارید، یه خط میکشید، یه لندمارک دیگه دوباره یه جای دیگر رو پیدا میکنید،
در جهت مخالف هرچی دوباره بیرینگ اونو میگیریم، به سمت اون نگاه میکنیم اینطوری، بعد چشمونو میایم پایین، همزمان بدون اینکه جهت تکون بخوره بیرینگ یا جهت درجهش رو این پیدا میکنیم، هم گراد داره هم درجه، میایم پایین میذاریم اون نقشه، صافش میکنیم میشه خطکش. خب اون جهت رو دقیقا میذاریم، از اون لندمارک یه خط دیگه میکشیم، هر جا این دوتا خط به هم برخورد کنه موقعیت شماست دوستان. حالا اگه سه تا لندمارک پیدا کردین، سه تا خط کشیدین، باز دقیق‌تر هم میشه، دیگه مطمئن‌تر میشه که محل برخورد تقریبی این سه تا خط شما هستید. و این که از روش‌های پیدا کردن موقعیت هست به کمک قطنمایی، حداقل دو تا لندمارک لازم دارین و میتونین موقعیتتون رو پیدا کنین. یه روش خیلی پیشرفته‌تر و عجیب غریب‌تر دیگه هم وجود داره، اون پیدا کردن یه کوه هست که کنار یه کوه وایسید، کوهی جایی که اون کوه روی نقشه مشخصه، مثلا جایی که شیب شدید داره، خب شما نمیدونید کجایی ولی اون کوه رو میبینید که این کوه رو نقشه است، دقیقا جهتی وای میسید که جهتشون 90 درجه، یعنی دارید اون شیب کوه رو قطع میکنید، مثلا کوه شیبش اینطوری هست، اینجوری وای نمیسید، دقیقا عمود بر شیب، انگار که میخواد از کوه برید بالا، دقیقا با اون جهت وای میسید، بیرینگ اونو میگیرید، مثلا میشه 130 درجه، دقیقا عمود بر شیب کوه، رو نقشتون به اون کوه نگاه میکنید، این خطوط منحنی یا کانتورایی که کشیده اینو میذارید روش 130 درجه. خب کانتورها منحنی هستن معمولا، ببینید 130 درجه چه در کجا اون کوه قطع میکنه، اون جهت شما رو نشون میده، ببینید تقریبی پیدا کنید کجا هستید، یعنی حتی اگه لندمارک خاصی هم نباشه، جایی که کانتور شدید داره و ما میتونیم عمود بر کانتور رو دقیق پیدا کنیم، میشه رو نقشه یک عنوان خط یا بیرینگ مشخص کرد و شما جهت خودتون رو پیدا کنید، گرچه لندمارک مشخصی نیست ولی میدونید یه کوهه که رو نقشه‌تون مشخصه و شما عمود بر اون شیب کوه وایسادین، پس اینم یک دایرکشن یا بیرینگ به شما میده. اینها چیزای پیشرفته است دوستان، که کسانی که خب در مثلا ارتشا به عنوان اسکاوت خدمت کردن یا کارهای مثلا جنگلداری و اینا میکنن با اینا آشنا هستن، یا کسانی که در امر سروایوول و زنده موندن در مناطق جنگلی اینا تبحر دارن یاد میگیرن و بلد هست. خب یه مقدار چیزای بیسیک راجع به استفاده از قطنما و نقشه‌خوانی. و خب خیلی چیزای دیگه داره دوستان که حالا جزئیات بیشتر واردش نمیشیم. اگر دوست دارین یه اصلا یه اسپورت یا چیزی به وجود اومده به نام اورینتیرینگ یا اون جهتیابی نقشه‌خوانی فلان، تو یوتیوب اینا سرچ کنید، ویدیوهاش هست تو کشورهای اروپایی مثل انگلیس و سوئد و نروژ و اینا هست که خیلی پاپولار هست، من تو آمریکا به اون شکل نمیدونم که هست، و اصلا فکر کنم کارش هم همون فروش نقشه و قطنما باشه، ولی ورزش جالبه که یه سری جهت رو پیدا کنی بدوی، مثلا از یه مبدأ خودتون برسونی به مقصد و اونجا مثلا تک کنی خودتو، سک سک کنی. این از این. پس قطنما دوستان با داشتن یک نقشه توپوگرافیک هست که ارزش واقعیش برای یک شخصی که در طبیعت هست، حالا به عنوان کمپر، به عنوان شکارچی، به عنوان طبیعتگرد، کوهنورد مشخص میشه، خود به خود به تنهایی ارزش به نسبت کمی داره. پس همیشه دوستان باید شما نقشه داشته باشید و با داشتن نقشه و به همراه قطنما، این دوتا با هم به اضافه یک خودکار، بسیار بسیار میتونه به شما در پیدا کردن موقعیت خودتون، جهتیابی و نویگیشن کمک کنه. اما یه سری نکات دیگه هم راجع به قطنما بگم بهتون. دوستان قطنما یه ابزار دقیق هست. این یه چیز محکم مثل چکش و اینا نیست که بندازنش در کوله پشتیتون مثلا ولش کنید. نه. باید همیشه همیشه یا توی جیب شلوارتون باشه یا توی این جعبه خاص خودش، مثلا جعبه کوچولو مثل این داره که از پشت به کمربند وصل میشه یا به فانوس یا هر چی، حتما بیرون بدنتون و خارج از جای دیگه باشه و تق و توق به چیزهای مختلف نخوره، مثلا تو کل پشتی بخوره به همه چی له و په بشه یا زیر همه چی بمونه. دومی مشخصه بسیار مهمش دوستان، این بند رو میبینید، هیچ وقت این ازش جدا نکنید، مهمترین چیزش این بندشه، یا این لینارد بهش میگن یا هچ، اینو دوستان باید ببندید به کمربندتون به یه جایی، یعنی این قطنما هیچ وقت نباید از بدن شما جدا بشه و گم بشه، اگر گم شد بدبخت شد. بنابراین این بند رو برای همین دوستان بهش چیز کردن، این نیست که همجور دراز باشه اینا، این بند برای اینه که شما وصلش میکنید به یک جایی کمربند و اینا، بعد میذارش تو جیبتون یا سر جاش، یعنی این هیچ وقت از بدن شما اتفاقی سهوی اینا جدا نمیشه، وقتی میخوابید سر جاش دوستان، این نباید هیچ وقت گم بشه، بنابراین برای اینه که بند داره و میبندینش به
خودتون گفتم مثل خشاب تفنگ، خشاب تفنگ میفته گم میشه به احمقانه ترین چیز ممکن هست که یه شکارچی یک تفنگش خشابی داشته باشه که جدا شدنده است. متاسفانه هستیم. خب پس اینو هیچ وقت از بدنت خودتون نباید جدا کنی، همیشه باید همراهتون باشه توی جعبه، چیزی پاوچ یا چیز کوچیک چرمی یا چیزی به کنار بدنتون مثل چاقوتون وصل باشه. دیگه اینکه دوستان وقتی ازش استفاده میکنی باید خیلی دقت کنید که نزدیک یه جسم آهنی حتی مثل تفنگتون، چاقوتون، ماشینتون اینا نباشه. از ماشین 3-4 متر 5 متر باید فاصله بگیرید. و مثلا حالا دست من یه رینگ دارم، این کوچولوئه، ولی اگه اینم باشه اینم مشکل ممکنه وجود داره، دست دور بگیریم مثلا اینطوری، چون که اینها کتنوا رو منحرف میکنه. از تیر برق و فرق فشار قوی، ماشین، ریل، راه آهن، همه چی باید فاصله بگیرید. 10-20 متر مثلا از ماشین اینا فاصله بگیرید و هر چیز دیگه. بنابراین اینم دقت کنید که هر جا بذاری، مثلا بذاریش رو کاپوت ماشین نگاه کنم ببینم کجا نشون میده، غلط نشون میده، چون کناری ماشین است. بعد از ماشین پیاده شی و دور باشی تا این درست کار کنه. پس این به قول معروف یک سری بیسیک یا مقدمات استفاده از خودنما برای جهتیایی بود که گفتم با وجود نقشه دوستان معنی پیدا میکنه. 26 دقیقه شده. اگر که صبر و حوصله‌تون سر نرفته چند دقیقه دیگه ادامه میدم، برمیگردم به کانسپت شکار و همچنین جی پی اس. دوستان محترم و عزیز، در شکار ما نه وقت داریم نه اونقدر معمولا تمرکز داریم که بشینیم جهتیابی کنیم ببینیم داریم کجا میریم. وقتی که وارد شکارگاه شدیم از اون به بعد ما داریم دنبال یه حیوان یا منطقه خاصی رو دنبال میکنیم، چشممون مرتب داره دنبال محل حیوانات و گراز و گوزن و کبک و اینا میگرده در طبیعت. بنابراین ما دنبال جهتیابی نیستیم، اما بسیار احتمال داره که همینجور که جهتهای مختلف میریم گیج بشیم و آخرش گم بشیم و نفهمیم از کجا اومدیم و چجوری برگردیم اون کمپ یا چادر یا محلی که شروع کردیم و ماشینمون هست یا به هر حال اونجا قرار به برگردیم اونجا. بنابراین مهمترین کار در شکار پیدا کردن راه رفتن از نقطه A به B نیست، چون B وجود نداره. میری یه جایی رو میچرخی بعد آخرش بتونی برگردی به نقطه A. پس فقط نقطه A مهمه، نقطه مبدأ که میشه اون نقطه مقصد. خودنما زیاد کمک نمیکنه، حالا اگه داشته باشین حتما خوب است، بالاخره از هیچی بهتر است و اون نقشه میذاره تو کمپ و اینا و یه جوری روی اون علامت زدی که کجا هستید فلان، ولی اینجوری باید کار کنی. هر از چند متر که میری، 100 متر اینا که میرین، بالاخره جهت جلو میری دنبال شکاری داری نگاه میکنید، استاپ کنید، نفس عمیق بکشید، با آرامش برگردید، پشت سرتون جهت برگشت رو نگاه کنید که تو ذهن شما و توی حافظه شما دید برگشت رو هم ثبت بشه. چون آدم جهتی که میره با جهت برگشت کاملا مناظر طبیعی متفاوته. توی کوه و دره این جهت رو نگاه کنی با اون جهت اون برش کاملا فرق میکنه. پس هر از یه مقداری که میری هر وقت میپیچید هر چی 5 دقیقه 10 دقیقه توی مناطق کوهپایه‌ای و بیابون و هر جا، ایران اکثرش کوهپایه و بیابونه، فقط شماله که مثلا جنگل انبوه داره و اینا. وقتی که ببخشید اینجای من نمیدونم چی شده که داره میخوره یه چیزی لابد گزیده. خب هر وقت میرید هر از 5 دقیقه 10 دقیقه راه میرید برگردید و جهت برگشتتون رو نگاه کنید. سعی کنید راهی که اومدین رو به خاطر بسپارید. این بسیار به برگشت شما کمک میکنه. اگر جایی میرید که یه دفعه به یک کوی دره ایستین حالا پیچیدین توش، همون جایی که میپیچید لندمارک یه چیزی درست کنید، چند تا سنگو بچینید رو هم. اگر مثلا یه چیز رنگی باهاتونه مثلا یه دستمالی چیزی یه چیزی ببندید به اونجا، مثلا یه لندمارک درست کنید. متوجه بشید شما از اینجا رد شدی اومدید، پس برگشتن رسیدیم و میفهمید درست اومدید، جایی که میام اینه. یا بتونید از دور مثلا 100 متر دور و بر بالاخره اون لندمارک رو ببینید و اگه به نزدیکی اون محل رسیدید بتونید راهتون رو پیدا کنید برگردید. این اسکیموها و حتی سرخپوستای مثلا آمریکا شمالی در شمال کانادا و جایی که خیلی سرد و مثلا فلت زمین اصلا هیچ چی نیست و اینا، یک سنگای میچن رو هم مثلا آدمک درست میکنن، بهش میگن توتم. حقیقا اینا لندمارکاشون بوده. اونجایی که هیچ چی نیست در مناطق قطبی و یخ زده و خیلی هم تاریک و سرد و اینا هست و دید خوبی هم، این آدمک بلند بوده به عنوان لندمارک عمل میکرده و اینا کمک میکرد مثلا راه برگشت به خونه رو در اون مناطق بسیار پهناور و سردسیر پیدا کنه. پس شما باید برای خودت لندمارک درست کنید.
یک، اگر میخوای با ماشین بری بالای یه کوهی جایی شکار کنی، منطقه تو دشتی هست اینا، اینجوری نکن که مثلا فرض کنید این کوه هست، فرض کنید این کوه هست، خب این کوه یوسیمیتی هست، خب فرض کنم من میخوام برم این بالا این شکار کنم، با ماشینم از این جهت میام، ماشین تو اولش پارک نکن، آها رسیدم، حالا برم یه جای دوربر این کوه اینجا شکار کنم، ماشین تو اصلا پایین میبریم بریم بری تا آخر، طوری که خط بندازه روی زمین و حداقل اگه جاده ای چیزی نیست جای چرخ ماشینتون پایین کوه پیدا باشه. خب بعد اون تهش پارک میکنی، بعد میری بالا، چون هر جا گم شدی بیای پایین میرخسی بالاخره به خط ماشینت، اون وقت اگه جهتش رو بتونی درست حدس بزنی که این بری یا اون بری، برمیگردی ماشینتو پیدا میکنی، لااقل خط ماشینتو پیدا میکنی که زیادی نمیری پایین، 4 کیلومتر بری پایین تر اشتباهی وسط بیابون. پس تا اونجایی که ممکنه و سر صدا نمیشه برای روش‌های خلاقانه شما میتونید برای خودتون لندمارک درست کنید در طبیعتی که توش لندمارک نیست، مثلا گفتم پارچه‌های رنگی تیکه تیکه با خودتون میبرید به یه خاره و درخچه‌ها میبندید که معلومه از اون درخچه اون پایین اومدید رفتی به اون یکی و از دورم پیدا باشه، با دوربین میتونید پیدا کنید کدوم درخچه بود که دستمال قرمز بهش بستم اونه، پس برم به اون جهت برگشتم. پس یک، دوستان برگردید هر چند دقیقه پشت سرتون رو نگاه کنید، لندمارک درست کنید یا نشونه گذاری کنید اگه ممکنه، و سوم و مهمترین چیز دوستان، بیش از نصف روز دیگه نباید برید، اگه تا شب وقت دارید باید برگردید، ما اینجا تو آمریکا هیچ وقت شب شکار نمی‌کنیم، دیگه ساعت 3 و 4 بعد از ظهر که شد دوستان شما باید سرازیر بشید برگردید، دیگه بیش از اون نباید برید، اوه باید برم الان هوا روشنه، نه شب میشه و اصلا جهت رو گم می‌کنی، باید برگردی، مگر اینکه طوری داری شکار می‌ری که همه چی امرات می‌خوای دوباره همون بالا بخوابی و کمپ بزنی، اون فرق میکنه که فرداش برگردی، ولی اگه داری میری و شب برمیگردی پایین، چادرت و مسائلت پایینه، فقط تفنگ و چند تا لوازم سبک باید، باید دیگه 3 و 4 بعد از ظهر شما باید چیکار کنی دوستان؟ راه بیفتی و برگرد. و شکار در آمریکای شمالی، کل آمریکا، اکثر کشورهای دیگه هم فکر کنم اروپا هم همینه با استثناءات، نیم ساعت قبل از طلوع آفتاب است تا نیم ساعت بعد از غروب آفتاب است. پس خیلی دقت کنید که برگشتن شما با مشکل مواجه نشه، جایی باشه حتما که تریل باشه و حتی اگه شب شد بتونی برگردی. اینم یه نکته دیگه. نکته آخرم بگم و بحث جی پی اس رو دیگه میذاریم برای یک فرصت دیگه، فکر نمی‌کنم فرصت بشه، و اون اینه که دوستان در ویدیو قبلی هم گفتم ولی دوباره تکرار میکنم، هیچ وقت وارد جنگل انبوه نشید که نمی‌شناسید، بی‌نهایت خطرناکه، چون 100 متر واردش بشید دیگه جهت رو گم می‌کنید، نمی‌تونید برگردید. خب بنابراین به دنبال شکار یه گراز یه چیزی وارد یه قسمتی که جنگل انبوه و مثلا درخت و درخت جو اینا هست و دیگه اطراف پیدا نیست نشید، مگر اینکه از جهت کنار یه رودخونه و یا بریدگی برید، یا این راههایی هست که برای مثلا جنگل بانی و مثلا قطع درخت و معدن و اینا زدن، راه خاکی مثلا یه تیکه جنگل راهه، همین راه برید، همین راه برگردید که بازم گفتم بعد علامت گذاری کنید، هیچ وقت وارد جنگلی که هیچیش معلوم نیست نشید، بی‌نهایت احتمالش زیاده که بعد حتی 100 متر هم واردش بشین جهت رو گم کنی و دیگه نتونی برگردی بیرون و جهت غلط بری، دوباره یه جهت غلط میری و همینجور چندین ساعت دور خودت میچرخی، وقتی اینجوری بشه مضطرب میشی، ترس بر آدم غالب میشه و دیگه نمیتونی برگردی، بی‌نهایت خطرناکه، بس وارد جنگل انبوه دوستان نشید. این هم یه مقدار مختصر از نویگیشن، نقشه خوانی، استفاده از قطنما، نقشه برای شکار و طبیعت گردی، جی پی اس حالا چیزشو میذاریم برای انشالله یک فرصت دیگه. سالم و سلامت.